بچا سلام توی این ویدیو میخوام به درس از کتاب 4000 واژه رو بهتون بگم ما تا حالا 4 جلد اول این کتاب رو کامل خوندیم و امروز میخوام درس 15 ام جلد پنجم بهتون بگم من لینک 4 جلدی رو که خوندیم رو توی قسمت دسکریپشن براتون میذارم و توی قسمت کامنت هم براتون پین میکنم و اگه ندیدید بهتون توصیه میکنم حتما برید ببینید خب بچا بریم ویدیو امروز با هم شروع کنیم جلد پنجم از کتاب 4000 واژه درس 15 هم بخش داستان The Big Ship کشتی بزرگ Ernest looked at his fleet of ships یعنی ارنست به ناوگان کشتی هاش نگاه کرد Ernest looked at Ernest نگاه کرد به his fleet of ships ناوگان کشتی‌هاش. Usually he used them for his firm which imported marble statues from other countries. معمولاً اون از اونا برای شرکتش استفاده می کرد که مجسمه های مرمری رو از دیگر کشورها وارد می کرد. Usually معمولاً he used them اون از اونا استفاده می کرد for his firm برای شرکتش which که ایمپورتد وارد میکرد ماربل استاتوز مجسمه های مرمری رو from other countries از کشورهای دیگه but today he was going fishing and the ship he chose was his favorite ولی امروز اون داشت به ماهیگیری میرفت و کشتی که انتخاب کرد کشتی مرد علاقش بود but today ولی امروز he was going fishing اون داشت به ماهیگیری میرفت and the ship he chose و کشتی که انتخاب کرد was his favorite مورد علاقش بود منظورش اینه که کشتی مورد علاقش بود it had an elaborate painting on the sides that showed a naval battle میگه کشتی روی بغلش یه نقاشی پرجزئیات داشت که یه نبرد دریایی رو نشون میداد ایت هد اون داشت منظورش اینه که کشتی داشت ان الابرت پینتینگ یه نقاشی پر جزئیات روی بغلش that که شد نشون میداد a battle, یه نبرد دریایی رو ایت also had some new updates to its computer system میگه آپدیتس های تازهی هم روی سیستم کامپیوتریش انجام شده بود یا یعنی اینکه روی سیستم کامپیوتریش داشت ایتس also had اون همچنین داشت منظورش اینه که اون کشتی همچنین داشت سام نیو updates آپدیت های چندتا چند تا آپدیت تازه تو ایتس کامپیوتر سیستم یعنی روی سیستم کامپیوتریش His favorite chef's latest acquisition was a device with a small grid to show the chef's exact location. میگه آخرین خرید او برای کشتی مورد علاقهش یه دستگاه با نقشه کوچک بود که مکان دقیق کشتی رو نشون میداد. His favorite chef's latest acquisition آخرین خرید او برای کشتی مورد علاقهش واز دیوایس یه دستگاه بود ویس سمال گریدز با یه نقشه کوچیک تو که نشون میداد د شپس exact لوکیشن مکان دقیق کشتی رو بچه ها کلمه اکوزشن به معنی بدستاوری کسب حصول اکتساب تملک هستش اینجا مفهوم خرید رو میده This new accessory kept Ernest from getting lost این وسیله جانبی جدید مانع از این میشد که ارنست گم بشه This new accessory این وسیله جانبی جدید kept Ernest from getting lost مانع از این میشد که ارنست گم بشه کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم فلیت یعنی ناوگان، ایمپورت یعنی وارد کردن، ماربل به معنی سنگ مرمر یا مرمری هستش، Elaborate یعنی پرجزئیات آپدیت یعنی به روزرسانی یا به روزرسانی کردن، اکوزشن به معنی کسب، اکتساب، بدست آوری، حصول، تملک هستش. گرد یعنی نقشه کروکی accessory یعنی لوازم جانبی At daybreak Ernest happily sailed the temperate waters until he was far from land هنگام تودو ارنست با خوشحالی در آبهای معتدل روند تا اینکه از خشکی خیلی دور شد At daybreak هنگام طلوع ارنست هفلی سیل د ارنست با خوشحالی در آبهای معتدل روند آنتیل تا اینکه هی was فار فرام لندز از خشکی خیلی دور بود یا اینکه از خشکی خیلی دور شد دن هی سای سمال بوت این د بعد اون یک کشتی کوچیکی رو در فاصله دور دید Then بعد هیسا اون دید اسمال بوت یه کشتی کوچیکی رو این the distance در فاصله دور there was an old man standing next to its mast یعنی اینکه یه پیرمردی بغل دکل اون کشتی کچیکی استاده بود there was an old man یعنی وجود داشت یه پیره مردی standing next to its mast کش ساده بود بغل دکل اون کشتی کوچیک He was waving his arms in the air یعنی اون داشت دستاشو توی هوا تکون میداد He was waving his arms اون داشت دستاشو تکون میداد In the air توی هوا There was also a boy with his head hanging over the boat's edge میگه یه پسر هم بود که سرشو روی لبه کشتی آویزون کرده بود در a boy بوی ویسیس هت hanging همچنین یه پسری هم بود که سرشو آویزون کرده بود over the boat's edge روی لبه کشتی ارنست inferred that the boy was suffering from nausea ارنست استنباط کرد که پسر دچار تهوع بود ارنست این فرد ارنست استنباد کرد ارنست برداشت کرد that بوی که اون پسر و suffering from nausea دوچار تهوه بود یا میتونیم این جمله رو اینجوری هم بگیم ارنست استنباد کرد که اون پسر داشت از تهوه رنج میبرد both of their clothes were saturated with sea water میگه لباسای هر دوی اونا با آب دریا خیس بود both of their clothes های هر دوشون were saturated خیس بود we see water با آب دریا Ernest assumed that they were in trouble Ernest تصور کرد که اونا توی دردسر افتاده باشن Ernest assumed Ernest تصور کرد that they were in trouble که اونا توی دردسر افتاده باشن most people never realized but Ernest had an innate desire to help people بیشتر مردم هرگز متوجه نشدن ولی ارنست میلی ذاتی برای کمک به مردم داشت most people بیشتر مردم never realized هرگز متوجه نشدن but earnest ولی earnest had an innate desire یه میل ذاتی داشت to help people که به مردم کمک کنه he began sailing toward them eager to facilitate the rescue and thus solve their dilemma اون شروع کرد بروندن به سمت اونا مشتاق به این بود که نجات اونا را تسهیل کنه و در نتیجه موزلشون رو حل کنه هی بیگان سیلینگ توردم اون شروع کرد بروندن به سمت اونا منظورش اینه که کشیش رو روند به سمت اونا ایگر تو facilitate the rescue و مشتاق به این بود که نجات اونا رو آسان کنه تسهیل کنه انداس و در نتیجه solve در دیلما موزلشون رو حل کنه کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم مست یعنی دکل کشتی infer یعنی استنباط کردن برداشت کردن ناجا naja, یعنی تهوع saturated یعنی خیس اینیت یعنی ذاتی facilitate یعنی تسهیل کردن آسون کردن دیلما یعنی موزل مشکل تنگنا مخمسه دوراهی As he got closer to the boat he was shocked by its simplicity میگه وقتی اون به کشتی نزدیکتر شد از سادگی اون شکه شد As he got closer to the boat وقتی اون به کشتی نزدیکتر شد he was shocked by اون شوکه شد از its simplicity سادگی اون the boat's wood looked no stronger than cardboard and the equipment was old میگه چوب کشتی محکمتر از مقوا به نظر نمی رسید و تجهیزات قدیمی بود the boat's wood چوب اون کشتی looked no stronger than cardboard محکمتر از مقوا به نظر نمی رسید and the equipment was old و تجهیزات قدیمی بود still there were several large fish in a pouch in the boat میگه با این حال چندین ماهی بزرگ در کیسه ای داخل کشتی بود still با این حال there were وجود داشت several large fish چندین ماهی بزرگ این پاوچ در یک کیسه این the بوت داخل کشتی کلمات سبز این پاراگراف رو بخونیم کارد بورد یعنی مقوا پاوچ یعنی کیسه ارنست through a large package onto the boat میگه ارنست بسته بزرگی رو روی اون کشتی پرت کرد ارنست ارنست through پرت کرد a large package یه بسته بزرگی رو on to the boat روی اون کشتی he yelled here you can inflate this boat to get you back to land اون فریاد زد اینجا میتونید این قایق رو کنید تا شما رو به خشکی برگردونه he yelled, اون فریاد زد here اینجا you can inflate this boat میتونید این قایق رو کنید to get you back to land که شما رو به خشکی برگردونه کلمه سبز این پارگراف رو بخونیم inflate یعنی باد کردن get out of here screamed the old man اون پیرمرد جیغ کشید از اینجا دور شو get out of here از اینجا دور شو screamed the old man اون پیرمرد جیغ کشید Ernest was confused یعنی اینکه ارنست گیج شده بود Ernest was confused. Ernest گیت شده بود. Don't you need help? He asked. Your ship doesn't seem adequate enough to sail so far away from land. یعنی اینکه اون پرسید شما به کمک نیاز ندارید کشیتون به نظر نمیرسه به اندازه کافی مناسب باشه که اینقدر از خشکی دور بشید. Don't you need help? آیا شما به کمک نیاز ندارید؟ He asked. اون پرسید Your ship کشتی شما doesn't seem adequate enough یعنی اینکه بندازه کافی مناسب به نظر نمیرسه to sail so far away from lands که اینقدر از خشکی دور بشید کلمه سبز این پاراگراف رو بخونیم adequate به معنی کافی مناسب تو این جمله معنی مناسب میده بچه ها you've just scared away a huge fish the boy said, یعنی اون پسر گفت تو همین الان یه ماهی بزرگ و ترسوندی و فراری دادی you've just scared away a huge fish تو همین الان یه ماهی بزرگ و ترسوندی و فراری دادی the boy said, اون پسر گفت بچه دقت کنید اینجا کلمه جاست به معنی همین الان هستش We waved to let you know you were too close to us. ما دست کن دادیم تا به تو اطلاع بدیم بیش از حد به ما نزدیک بودی. We waved ما دست دادیم to let you know که به تو اطلاع بدیم you were too close to us که به ما بیش از حد نزدیک بودی. Ernest turned around and headed home. ارنست دور زد و به سمت خونه رفت ارنست turned around ارنست دور زد and headed home و به سمت خونه رفت he learned that it's better not to help unless asked to اون یاد گرفت که بهتره تا وقتی از شما درخواست نشده کمک نکنید he learned اون یاد گرفت that it's better not to help که بهتره که کمک نکنی unless ask to مگر اینکه خواسته بشه otherwise you might not help anyone at all در غیر این صورت ممکنه اصلا به کسی کمک نکنید otherwise در غیر این صورت you might not help anyone at all ممکنه اصلا به کسی کمک نکنید خب بچه ها اینم از ویدیو امروز من یه ویدیو دیگه هم اینجا براتون میذارم بهتون توصیه میکنم این ویدیو هم حتما تماشا کنید مرسی که تا این لحظه با من بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار